مسابقات بسکتبال 3 نفره در قطر، رقابت‌های مقدماتی و انتخابی جام جهانی 2022 سنگاپور با صعود تیم‌های پسران و دختران ایران به مرحله نیمه نهایی دنبال میشه. همکارم علی عمادی همینک از محل برگزاری رقابت‌ها با ماست. علی، برای ما از دیدارهای تیم ایران مقابل حریفانش در این مرحله بگو. بله گروش، همینک تیم ملی بسکتبال 3 نفره دختران زیر 23 سال ایران تو مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی تو قطر به مسافت تیم ازبکستان رفته و 15-4 عقب هست. دختران ایران برای کسب جواز حضور تو مسابقات جام جهانی 2022 سنگاپور به دوحه اومدن و بعد حتما قهرمان بشن، چون فقط یک تیم صعود خواهد کرد. اونها در روز نخست رقابت‌های انتخابی در گروه دوم پس از شکست مقابل نیوزلند در برابر قطر میزبان به پیروزی رسیدن و به عنوان تیم دوم راهی مرحله شدن. ازبکستان هم به عنوان تیم نخست گروه اول به این مرحله رسید که الان در مقابل دختران بسکتبال ایران داره خیلی بهتر از روز گذشته بازی میکنه ازبکستان و بخت رسیدن ایران در واقع به فینال خیلی کمه. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تیم نیوزلند در دیداری نزدیک 12-8 از صد قزاقستان گذشت، اما تا ساعتی دیگه یعنی 8:25 دقیقه به وقت ایران تیم پسران ایران، تیم زیر 23 سال ایران در مرحله نیمه نهایی به مسافت تیم میزبان یعنی قطر میره. تیم پسران ایران در روز نخست مسابقات 5 فروردین 1401 با پیروزی مقابل تیم‌های سریلانکا و مالزی جواز حضور تو مرحله نیمه نهایی رو به دست آورد. پس از راهیابی ایران به جمع 4 تیم از سیامک ویسی سرمربی تیم ملی ایران از شرایط تیم پسران و دختران پرسیدن. ولی خدا رو شکر دوتا بازی خوب انجام دادیم امروز، ولی خب حالا بازی فردا بازی سخت‌تریه، با قطر میزبان بازی داریم و در صورت برد ایشالله با نیوزلند و اون دوتا تیم هم تیمای با کیفیتی هستن، خب از لحاظ فیزیکی هم خب خیلی شاید درشت‌تر از بچه‌های ما هستن و این شاید یه ذره کار برای ما سخت‌تر کنه، ولی ما امیدواریم و واقعا از لحاظ مهارتی و از لحاظ کار گروهی بچه‌های ما چیزی کم ندارن و امیدواریم بتونیم بازی قابل قبول و خوبی انجام بدیم و در نهایت به برد برسیم. شرایط تیم بانوان رو چگونه می‌بینید؟ خب تیم بانوان خدا رو شکر بازی قابل قبولی انجام داد و خب از لحاظ رنکینگی که توی فیبا 3x3 دارن خب رتبه بالاتری نسبت به آقایون دارن و همین انتظارم ازشون هست و میرفت که بازی خوبی انجام بدن که واقعا این اتفاق افتاد و بردن قطر توی کشورش خب کار خیلی ساده‌ای نیست که تیم بانوان ما موفق شد که با اختلاف قابل قبولی این بازی رو به اتمام برسونه و در نهایت نتیجه رو به نفع خودش بکنه. به هر حال تیم پسران ایران کار دشواری مقابل تیم قطر داره، چرا که تیم ایران کلا ایران تنها تیمی هست تو این مسابقات که تیمای زیر 23 سالهاش اعزام کرده نه تیمای ملی شو. دلیلش هم این بود که بازیای آسیایی پیش رو هست و تیم زیر 23 ساله ها قرار هست در مسابقات آسیایی به میدان برن. به هر حال با تیم قطر که یه تیم بسیار قوی با بازیکنانی از قاره آفریقاست و بسیار تنومند هستن، نتیجه دیدار دختران هم الان مقابل ازبکستان 20-10 هست، دیگه وقتی برای ایران وجود نداره برای اینکه به فینال برسه. دختران ایران اشاره بکنم که همشون در واقع بازیکنان تیم ملی ایران زیر 20 سال هستن. نگین رسولی تنها کسی هستش که سابقه بازی توی دیدارهای گذشته رو در مثلا در اتریش رو هم داره برای انتخابی المپیک، ولی مثلا فاطمه آقازادگان، غزل محسنی و آیدا گل محمدی بازیکنان بودن که اینجا خوش درخشیدن و امید دارن که حداقل با کسب تجربه توی این میدان، هرچند که نتونستن برای جام جهانی سنگاپور کسب جواز بکنن، اما بتونن با مربیگری نیکا بیکلکلی بتونن در مسابقات آسیایی که قرار هست شرکت بکنن موفق ظاهر بشن. از اون طرف هم تیم ملی پسران ایران بخت این رو داره که با پیروزی مقابل تیم چند ملیتی قطر به قول خبرگزاری ایران موفق بشه به فینال برسه و در مقابل نیوزیلند قرار بگیره. بله، سپاسگزارم از تو علی عمادی از قطر، امیدوارم که در بخش‌های بعدی باز هم در خدمت تو باشیم.